بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. رئیس نصارا و مسیحیان را شبی تنها گذاشتیم با دریایی از غم و قصه و اندوه و سوالات و اشکالاتی که شاگرد برگزیده مکتب امام صادق علیه السلام در ذهن و فکر او ریخت و او را مضطرب و نگران کرد و به او گفت برو امشب رو به تو مهلت میدم تا به صبح فکر کن و ببین چه جوابی میتونی برای من بیاری. فرجع بریحه مغتمن مهتمن حتی صار الى منزله. شب شد و این آقای بریحه بسیار اندوهناک و متفکر رفت به منزل خودش. فقالت امرأته التي تخدمه، اون زنی که او رو خدمت میکرد، گفت مالی اراک مهتمن مغتمن، چیه امشب حالت دگرگونه، اینقدر اندوهناک و متفکری. فحکا لها الکلام الذی کان بین و بین هشام، توضیح داد، گفت رفتیم پیش هشام و هشام بحث تثلیث و سه خدا یک خدا و اب و ابن و پدر و پسر و اینها رو پیش کشید و آخرش من به شدت توش موندم که آخه این چه خدای ما می پرستیم و خودمون رو گرفتار او کردیم. فقالت لبرایه وای حک، زن گفت که خب برایه چی فکر میکنی؟ خیلی ساده است. اتورید ان تکون علی حق او علی باطل، تعصب میخوای داشته باشی؟ تو میخوای بر حق باشی یا بر باطل باشی؟ ناراحتی نداره. متاسفانه انسان ها با آنچه که آموختن و از قبل دارن بیشتر اونش دارن تا اینکه بخوان حقیقت رو پیدا کنن. خیلی افراد شدن بهشون میگه خب بیا بشینیم بحث و گفتگو کنیم، یک مقداری که متوجه میشه عقیدش مشکل داره دیگه میره نمیاد دنبال بحث، در حالی که انسان تشنه حقیقت و کسی که با خودش دشمن نیست باید با خودش دوستی کنیم. دوستی کردن با خودمان، انسان باید با خودش دوستی کنه نه دشمنی. باید اگر یه نفر پیدا کرد موافق خودشه حالا باش صحبت نکرد، ولی اگر کسی مخالف او هست باید همیشه دنبال باشه، تشنه باشه که ببین اون مخالفش چی میگه، خودشو اصلاح کنه. علی حال فقال بریحه بل علی الحق، بریحه گفت نه من دنبال حق هستم. اون زن گفت بنابراین هر جا که حق را پیدا کردی به همون طرف برو و ایاک و لجاجه، مبادا لجاجت کنی. فان اللجاجه شک کن و شک و شومن و اهل فی النار، لجاجت انسان را میکشاند به دوزخ و عاقبت شومی داره. فسوا بقولا و عزم علی الغدو و علی هشام، اینم گفت هیچ مهم نیست، فردا میرم پیش هشام، من دنبال حق هستم، نمیخوام که خودم را همیشه اثبات کنم. صبح شد و دیگه اینجا اون نصارا و اصحابش با اون نبودن، تنها آمد. فقال له یا هشام الکه من تستر عن رأیه و ترجع الی قوله. هشام آیا تو معلمی داری؟ آیا کسی هست که تو به او مراجعه میکنی و نظر او را بر خودت مقدم داری، حرفای او را پذیرفتی و اطاعت او را بر خود لازم میدانی؟ قال هشام نعم یا بریحه، هشام گفت بله،
تو فکر کردی که انسان با عقل و فکر و اندیشه خودش به همه جا میرسه؟ من میخواستم بدون امام معصوم باشم، مثل تو میشدم. تو هم عالم بودی، تو هم اندیشمند بودی، تو هم رئیس و مایه افتخار قومت بودی، اما مطلب توحید و تعالیم الهی، من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، ای امام یهتدی به هدا. کسی که خدای تبارک و تعالی برای اون نور قرار نداده باشه، هیچ نوری برایش وجود نداره. یعنی کسی که خدای تبارک و تعالی برای او امامن من ولد فاطمه، امامی معصوم از فرزندان پاکیزگانی فاطمه زهرا صلوات الله علیها و امیر المؤمنین صلوات الله علیه قرار نداده باشه، این هیچگاه امام به حقی پیدا نخواهد کرد و هدایت نخواهد شد. قال و ما صفتو، این امام تو وصفش چیه؟ توصیف کن، بیان کن. قال هشام فی نسبهی او فی دینهی، آیا نسبش رو و خاندانش رو برات بگم یا دینش رو بگم؟ قال فیهما جمیعا صفتا نسبی و صفتا دینه. گوه هر دوش رو بگو. یکی از ارکان و مبانی اعتقادی شیعیان و اهل حق اینه که امام باید در هیچ جهت نقص نداشته باشه، همانطور که در علم و قدرت و تقوا و شجاعت و صفات کمال سرآمد است و احدی به او نمیرسه، در نسب هم نباید اینجوری باشه که خدای ناخواسته پدرش از زناکارانی بود، کسانی که ادعای امامت میکردن در مقابل اهل بیت علیهم السلام، مادرانشان صاحبان پرچمهای بدکارگی و فاحشگی بودند، پدر، مادر، جد، خانواده آنچنان عیب و نقص داشتن که اگر یک انسانی میخواد دنبال حقیقت بره، ننگ و عارش بود که دنبال این حرفا بره. لذا خداوند تبارک و تعالی امام و پیغمبر را در خاندانی قرار میده که مایه لذت و افتخار انسان باشه که بخواد خودش رو به اونها منتسب کنه. قال هشام امن نسب خیر الانساب، تو اگر دنبال نسب امام من میگردی، بهترین نسب ها در این خاندان وجود دار. رأس العرب، صفت و قریش، فاضل و بنی هاشم، او در بین تمام نسب ها که شرافت ها در بین عرب هست، و چه افراد شرافتمندی در عرب وجود داشتن و چه انبیاء بزرگی، و صفه قریش در بین اونها، باز قریش این برگزیده قریش، و در بین بنی هاشم که باز از جهت نسب و حسب برترین انسانها بودند، پاکدامنترین انسانها بودند، این از همه افضل و برتر است. کل من نازعه فی نسبی و جدهی، کل من نازعه فی نسبی و جده افضل من، هر کس که بخواد تنه به تنه او در نسب بزنه، مییابد که امام صادق من صلوات الله و سلام علیه افضل از ایشان است. چیزی را قریش افضل عرب و بنی هاشم افضل قریشان و افضل بنی هاشم و خاص ایشان و دین و سید ایشان کیان هستند؟ پیامبر و اجداد پیامبرند، و همچنین ولد و سید افضل من ولد غیرهی و هازا من ولد سید، فرزندان کسی که در نهایت کرامت نسبی و فضیلت بوده، خب از بقیه افضله. اللهم اني اسالك من نورك بانوري وكل نورك نير، اللهم اني اسالك من نورك كل. قال فصف دینه، این نسبی که تو میگی آدم عاشق و دلباخته میکنه که انسانهای بچنین پاک و پاکیزه، دینش چیه؟ روش و عقایدش. قال هشام شرائعه او صفت و بدنی و طهارته، چی رو بگم؟ شریعت الهیشو بگم یا این که در بدن و
طهارتی که در نفس خودش در فضائل انسانی داره بیان کنم. قال صفه، قال صفت بدنه و طهارته، همه رو اول بدن و طهارتش رو بگو تا بعد به دینش برسیم. قال هشام معصوم فلا یأسی، معصومه، هیچ گناه و معصیت و خطا و اشتباهی نداره. و سخی فلا یبخل، بخشنده است، هیچ بخلی در وجود او قرار داده نشده. امامی که کل کائنات ملک او، تحت قدرت و مشیت و اراده و تصرف اوست، امیر المؤمنین علیه السلام، آن همه ثروت ها، حضرت خدیجه سلام الله علیها، هر چی که زحمت میکشیدن همه رو به فقرا و دیگران میدادن، فدک فاطمه زهرا صلوات الله علیها، همه رو صرف فقرا، مستمندان، دیگران میکردن و خودشون در سختترین شرایط به کمترین قوتی زندگی میکردند و قوت خودشون رو به دیگران میدادند و روزه میگرفتند و به همون افطار میکردند و لباس امیرالمومنین علیه السلام میخریدند، بهترش رو به قنبر میدادند، به غلامشون میدادند، خودشون اون لباس کمتر رو میپوشیدند، سختترین شرایط برای خودشون انتخاب میکردند و میفرمودند چون من امام مردم هستم باید مردم دلشون گرم باشه. اون کسی که فقیره، اون کسی که دستش خالیه، به امامش نگاه کنه. شجاع اون فلاوی عجبون، شجاعی است که هرگز ترس در وجودش نیست. تمام کفر عمر ابن عبدود با اون عظمت جسمانی و اون شجاعت ظاهری آمده مقابل تمام مسلمین، همه رفتن کنار. تنها کسی که در اون سن و سال سباوت مقابل او قد علم میکنه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالبه. و مستودع من العلم فلا یجهل، و مستودع من العلم فلا یجهل، علمی داره که جهل در اون اصلا پیدا نمیشه. حافظ للدین، دین رو او حفظ میکنه اصلا. قائم بما فرض علی، هر چی که در دین میگه اول کسی که انجام میده خودشه. اینجوری نیست که یک امامی باشه، رفته باشه یک گوشه نشسته باشه، فقط مردم را دعوت کنه به کارهای خوب و خودش اهل خوشگذرانی و باطل باشه. من عطرت الانبیا، از عطرت انبیا، خاندان انبیاست. و جامع و علم الانبیا، علم همه انبیا رو با همدیگه جمع کرده، بلکه علم تمام انبیا در مقابل علم او مانند قطره ای در مقابل بحره، که اینها خاندان نبوتن و علمشون از علم پیامبر خاتمه و انبیای قبل نسبت پیغمبر ما علمشون قطره ای در مقابل دریا هم محسوب نمیشه. یحلم عند الغضب، غضب بر او حاکم نمیشه. نه اون داستان جاهلانه ای که سردمدار عرفان مولوی بلخی نادان درست کرده که امیرالمؤمنین رفت به مبارزه با عمرو ابن عبدود، بعد عمرو ابن عبدود آب دهان به صورت علی انداخت، علی او رو رها کرد و چند قدم زد و گفتن چرا این کار رو کردی؟ گفت به خاطر این که غضب بر من مستولی شد و من در اون لحظه اگر میخواستم او رو بکشم به خاطر هوای نفس کشته بودم. اینا داستانهای جاهلانه عرفا و صوفی هاست، نه مدرک معتبری داره، نه مدرک درستی داره و نه هم ارزشی داره. امام، قلب امام، وکر ارادت الله، مشیت خدا، خواست خدا در سینه و قلب امام نازل میشه. امام یک آن، یک سر سوزن رهیافت هوا و هوس و غضب نفسانی نمیشه. و ینصف عند الظلم، امام کسی است که هر ظلمی در هر جا واقع بشه، امام اهل انصاف و عدالت خواهی است و ظلم رو برطرف میکنه. و یعین عند الرضا، و کمک کار دیگران است، کسانی رو که اهل عدالت باشن کمکشون میکنه. و ینصف من الولی والعدو، دوست و دشمن برای امام معصوم مساوی است و براش فرقی نمیکنه و دشمن و دوست هر دو رو به اندازه مساوی و با انصاف عمل میکنه. اینجور نیست که پارتی در کار باشه، دوستان خودش رو ترجیح بر دیگران بده ابدا. حالا بعضی های متاسفانه مثلا روایاتی رو که درباره
فضائل شیعه میبینن که حتی سنی ها نقل کردن. من احب محمد و آل محمد علیهم السلام مات شهیدن مات مغفورن لا مات تائبن وجبت له الجنه و و اینها. بعد اینا رو فکر میکنن مثلا یه نوع تبعیضه. نه، تبعیض در جایی که خداوند تبارک و تعالی یک نفر را به خصوص خودش بدون هیچ ملاکی بر دیگری ترجیح میده، در حالی که خداوند تبارک و تعالی این فضائل را برای همه قرار داده و فرموده هر کس که محب محمد و آل محمد علیهم السلام باشه، چون اونها گلهای آفرینش و سر تا پا عدالت و تقوا و علم و فضائل هستن، هر کس تا به اینا باشه این فضائل براش هست، پارتی بازی نیست. تو هم بیا، کی جلوی تو رو گرفته؟ خدا اگر فضائلی برای تائبین در نظر گرفته استثنا نیست. تو هم توبه کن از بدی ها، بیا به طرف خوبی ها و داخل در این پرچم و تحت این لوا قرار بگیر. و ينصف من الولي والعدو ولا يسأل شتتا في عدوه ولا يمنع إفادة وليه يعمل بالكتاب ويحدث يحدث بال يعمل بالكتاب ويحدث بالأعجوبات. او کتاب خدا در دست اوست و پر از آیات و بینات و معجزات و مطالب عجیب و غریبی که علم احدی بهش نمیرسه از توی قرآن و کتاب در میاره. من اهل الطهارات یحکی قول الائمه الاسفیا لم تنقض له حجه لم تنقض له حجه. او قولش قول انبیا و وحی، از خودش نظری نداره و هیچگاه هیچ دلیل و برهانی از او نقض نمیشه، باطل نمیشه. و لم یجهل مساله، هیچ جهلی نسبت به هیچ مساله نداره. یفتی فی کل سنه و یجلو کل مدلهمه، تمام سنت های الهی رو بیان میکنه و تمام سختی ها و دشواری ها و تاریکی ها رو از بین میبره. حالا اینا رو داره هشام میگه، توصیف میکنه و برایه داره گوش میده و داره کم کم روشن میشه که خداوند تبارک و تعالی یک آن زمین را از حجتی که لله الحجت البالغه، خدا یک حجت برهانی داره که این هیچ کس نمیتونه در شک و تردید بکنه، تا برسیم به نتیجه این برخورد. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. یا رب یا قهار اسمع دعائی واجب ندائی بالهادی المختار و بالایجائی و بالزهرائی فبحقهم يا متعال أحسن ما بي أحسن ما بي.